با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. در آستانه اول ماه مه سال جدید قرار داریم. سال گذشته اول ماه مه سراسری و باشکوه در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. در تهران مقابل وزارت کار و در شهرستان ها مقابل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. علاوه بر اجتماع در کف خیابان در مراکز کارگری از جمله نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز نیز کارگران اول ماه مه رو گرامی داشتند. در مراسم های اول ماه مه که در سال گذشته برگزار شد در تهران بیش از 30 نفر دستگیر شدند که بعدها آزاد گشتند و در کردستان نیز ما با دستگیری ها روبرو بودیم. در برنامه امروز ما نگاهی میاندازیم به مشخصات دنیای کنونی و مشخصاتی که همکنون در جامعه ایران در جریان و اول ماه مه در چه شرایطی برگزار میشه و همچنین وضعیت سیاسی جامعه ایران به چه شکلی است و آلترناتیف های مختلف در ارتباط با فردای بعد از جمهوری اسلامی چه شانس هایی دارن، نکاتی است که در برنامه امروز ما مقابل علی جوادی قرار میدیم و نظرات علی جوادی رو جویا میشیم. با سلام به شما علی جوادی و با تشکر از اینکه وقت دادین تا در برنامه امروز ما با شما باشیم. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز. سلام گرم دارم و دوست دارم که پیشا پیش اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، روز همبستگی طبقه کارگر رو به همه کارگران و مردم آزادی خواه و زحمتکش در این حال تبریک بگم صمیمانه. ما هم از طرف خودمون و از طرف برنامه برای یک دنیای بهتر پیشا پیش به استقبال اول ماه مه میریم و اول ماه مه رو به همه کارگران و به همه مردم در سراسر جامعه ایران تبریک میگیم. علی جوادی، سوال اولی که میخواستم مطرح بکنم این که امسال اول ماه مه در یک شرایط ویژه‌ای داره برگزار میشه. به نظر شما مشخصاتی که همکنون اول ماه مه در امسال داره برگزار میشه در سطح جهانی به چه شکلی است و اینکه، البته جوابش دارم میگم، ولی و اینکه جنگی که همکنون در اوکراین در جریانه چه تأثیری در ارتباط با اول ماه مه و وضعیت طبقه کارگر در سراسر دنیا خواهد گذاشت؟ ببینید، جنگی که در اوکراین در جریان هست، جنگی میان ناسیونالیسم عظمت طلب روسیه از یک طرف و دولت دست راستی و ارتجایی زلنسکی در اوکراین و همچنین ناتو در پشتیبانی از این دولت ارتجایی، عواقب و پیامدهای سیاهی بر تاریخ معاصر خواهد داشت و مهر خودش رو بر تحولات جامعه کوبیده و تا همینجا مصائب معین و روشنی رو بر علیه زندگی توده مردم زحمتکش چه در روسیه چه در اوکراین، توده های مردم آواره و جنگ زده و چه در حتی اروپای غربی به جا گذاشته. دور جدیدی از قلدری، میلیتاریسم، لشکرکشی نظامی، تهدید، تحریم های اقتصادی، ناسیونالیزمی که به نزدیک میشه هرچه بیشتر به فاشیسم، روس ستیزی، تبلیغات از کور ضد غربی رو ما شاهدش هستیم و جهانی که به ما وعده داده بودن، به ما مردم آزاده و کارگر و مترقی در سطح جهان، که پس از فروپاشی بلوک شرق جهان مکان صلح و آرامش خواهد شد، که پس از فروپاشی بلوک شرق ما دیگه جنگی نخواهیم دید، تاریخ به پایان خودش رسیده، دیدیم که چه جنگ های ضد انسانی رو سازمان دادن برای اینکه هژمونی سیاسی و استراتژیک خودشون رو بر جهان، قطبای اصلی جهان سرمایه‌داری معاصر در رأسش آمریکا، تثبیت بکنن. تلاشی که امروز از جانب ناسیونالیسم روسیه صورت میگیره برای تقسیم مجدد هژمونی سیاسی و در سطح جهان هست و جغرافیایی و اینکه جایی در میان نیروهای قلدر، زورگو و ارتجایی
آزادی برای خودشون دست و پا بکنن. قربانیانش توده مردم زحمتکش در درجه اول در اوکراین، توده مردمی هستند که آواره شدند، کارگرانی هستند که شیرازه زندگیشون از هم پاشیده شده. در روسیه تحریم‌های اقتصادی عواقب روشن و ناگواری رو برای کارگران و مردم روسیه به دنبال داشته. در غرب هم همینطور، مسئله تحریم‌های اقتصادی علاوه بر اینکه بر روسیه تاثیر داشته، بر خود توده مردم در غرب تاثیراتی داشته. و مهمتر از اون، قلدری و میلیتاریسم و زورگویی هستش که فضای سیاسی امروز رو داره شکل میده و فکر میکنم که این عواقب مخرب خودش رو بر دوره کنونی، بر جهان معاصر خواهد گذاشت. جهان وارد این دوره سیاهی شده که این قولهای عظیمی که میتونن جامعه بشری رو به نابودی بکشن و تهدید سلاح‌های اتمی رو در مقابل همدیگه قرار بدن و غیره رو، این چشمانداز و این خطر رو بالای سر جامعه بشری قرار دادن. اما علی‌رغم اینا، دنیا رو این زورگویان، این قلدران، این میلیتاریستا، این جنگ طلبان، این ناسیونالیستا، این فاشیستا تعیین نمی کنن. اعتراضات طبقه کارگر، اعتراضات مردم آزادی خواه، اعتراضات بشریت متمدن در این حال گوشه دیگه این تصویر هستش که خودش رو میخواد از زیر بال این ارتجاع خلاص کنه، نفس بکشه، آزاد باشه، زندگیش رو رقم بزنه و علی‌رغم تمام توحش و دستگاه تبلیغات و دستگاه مذهب طرفین، کماکان تسلیم نشده و مبارزه میکنه. و این اون دریچه امیدی هستش که برای خروج از این وضعیت، برای خارج شدن و پایان دادن به این وضعیت وجود داره. نه حمایت از ناتو و زلنسکی و متحدین مرتجعش، نه حمایت از دولت ارتجاعی و جنگ طلب روسیه و پوتین در طرف دیگه، هیچ کدوم راه حل نیست. راه حل نیروی سومی هستش که به کل وضعیت موجود، به کل تقسیم جهان به قطب‌های میلیتاریستی، به کل این وضعیت که زندگی مردم زیر چکمه‌های پای نیروهای نظامی طرفین قرار گرفته، نه بگه و خودشو خلاص بکنه. جهان دیگه‌ای ممکنه و اول ماه می اگر پیامی داشته باشه، اگر رسایی در اینجا صدایی بلند بشه، رسا این هستش که جهان دیگه ممکنه، جهانی که آزاد باشه، جهانی که برابر باشه، جهانی که شایسته انسان امروز باشه، جهانی که بری از استثمار، بری از نابرابری، بری از ستم، بری از میلیتاریسم، جنگ طلبی و غیره باشه. این ممکنه و این پیام مهم امروز طبقه کارگر به جامعه بشری، به بشریت هستش به نظرم. خب شما مطرح کردین که پیام طبقه کارگر این خواهد بود که دنیای دیگه‌ای ممکنه در ارتباط با این وضعیت ناسامانی که قطب‌های مختلف سرمایه برای مردم درون جامعه در سطح دنیا رقم زدن. ولی سوالی که میتونه برای بچه باشه این که این جنگ کماکان ادامه داره، کماکان مردم دارن کشته میشن، کماکان دودش داره به چشم طبقه کارگر، نه تنها توی این دوتا کشور بلکه در سراسر دنیا داره میره. مردم همهشون دارن به مصائب این جنگ، به اونا هم لطمه زده. خب جدا از این که من فکر کردن که این عملیه، خب کی میتونه متحقق باشه؟ کی میتونه وضعیتشون عوض بشه؟ مسلماً راه پیش روی سهل و آسان نیست. سرمایه‌داری جهان معاصر، قطب‌های سرمایه‌داری آنچنان شرایط دهشتناکی رو برای توده مردم زحمتکش، برای تلاش‌هاشون در مقابل این وضعیت ایجاد کردن، از ارتششون گرفته، از دستگاه سرکوبشون گرفته، از رسانه‌هاشون گرفته، از مذهبشون گرفته، از تبلیغات ناسیونالیستی و نژادپرستانه‌شون گرفته که بخش زیادی از خود این قربانیانه به اصطلاح جنگ ها رو به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون تبدیل کردن. شاید شرط اول پیشروی این هستش که بخش قابل ملاحظه ای از توده کارگر، مردم زحمتکش و آزادی خواه، بتونن خودشون رو از این تبلیغات، از این به اصطلاح شرایط دهشتناک ذهنی، سیاسی، اجتماعی، فکری که براشون ایجاد شده خلاص بکنن و بتونن اون آینده ای رو که میتونه در پس مبارزات طبقاتی در جامعه برای جامعه بشری به وجود بیاره رو چنگ بزنن. و این در گرو به این هستش که نیروهایی که
آینده دیگه رو میخوان، دنیای بهتری رو میخوان در مقابله با وضعیت سرمایه‌داری موجود که بیش چیزی بیشتر از یک توحش و بربریت ضد انسانی اما در زرورق مدرنیسم پوشیده شده نیستش، پدیده دیگه جامعه دیگه رو میخوان رقم بزنن، به اصطلاح قد علم کنن. مسلما راه هموار نیست، ساده نیست، اما ممکنه. شرایط عینی، شرایط مادی زندگی بشریت به طور حتم به این وضعیت کنونی، این گرد و خاکی که ایجاد شده، این طوفان تبلیغاتی که ایجاد شده و این قطبندی ها میتونه پایان بده. پایانش در گرو دخالت مستمر، دخالت تعیین کننده و روشن بینانه نیروهایی هستش که سهمی در هیچ کدوم از طرفین درگیری ندارن، بلکه بر علیه هر دو از یک موضع کاملا آزادی خواهانه، برابری طلبانه، کارگری قد علم میکنن. ولی مسائل پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. ما در طول دوره‌های متفاوت تاریخی شاهد چنین وضعیت‌هایی بودیم، اما در این حال شاهد این بودیم که بشریت و طبقه کارگر و آزادی‌خواهی تونستن خودشون رو از این مخمصه، از این شرایط به در ببرن، پایانی ببخشن. و به نظرم اون دریچه‌هایی که وجود داره میتونه روزنه‌هایی باشه که نشون بده که دنیای دیگه‌ای ممکنه، جهان دیگه‌ای ممکنه. این وضعیت پایدار نیست، این وضعیت رو به پایان خواهد رفت و بار دیگه جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های طبقاتی خودشون رو با خلاص کردن از این به اصطلاح شرایط دهشتناک میتونن در جلوی صحنه قرار بدن و غیره. این به نظرم ممکن هستش، اما راه ساده و آسونی به نظرم نیست و مستلزم تلاش و دخالتگری نیروهایی هستش که جنبش‌های اجتماعی هستش که این اهداف رو در مقابل خودشون قرار دارند. خب اول مهمه با جنبش طبقه کارگر با کمونیست تداعی میشه، منتها در امسال اول مهمه در زمانی داره برگزار میشه که میدیای غربی، کشورهای غربی مسئله جنگ در اوکراین رو به عنوان تقابل دموکراسی و دیکتاتوری که دیکتاتوری رو با کمونیسم اصطلاح تداعی میکنن و دیکتاتوری رو با ربطش میدن به کمونیسم که میرسه به لنین و حتی بیشتر با اون تداعی میکنن. شما در ارتباط با این تبلیغات شدید ضد کمونیستی که از طرف میدیاهای دست راستی و میدیاهای کشورهای غربی در سطح جهان ما روبرو هستیم، نظرتون چیه و این چقدر میتونه تأثیر بذاره در ارتباط با جنبش طبقه کارگر در کشورهای مختلف و برگزاری اول مهمه؟ ببینید، پوتین همونقدر کمونیسته که بایدن کمونیسته، پوتین همونقدر کمونیسته که ترامپ کمونیسته، پوتین همونقدر کمونیسته که جورج بوش کمونیسته یا باراک اوباما یا کلینتون و امثالهم. اینا کوچکترین ربطی به آزادی خواهی، به برابری طلبی، به کمونیسم، به انسانگرایی در سطح جامعه ندارن. اما طرفین میدونن برای اینکه اهداف ضد انسانی خودشون رو بتونن پیش ببرن و موفق بشن، باید اون نیروی سومی که هیچ گونه نه تنها منفعتی در این جنگ ضد انسانی و ارتجاعی نداره، بلکه در مقابلش قد علم خواهد کرد، تسلیمش نخواهد شد، باید اون نیروی سوم رو هم سرکوب کنن. باید اون نیروی سوم رو که بر علیه این جنگ، بر علیه این تخاصمات میلیتاریستی کور و ضد انسانی هست رو باید سرکوب کنن و نتیجه میدونن که اون نیرو هست که میتونه این سناریوها رو در هم بپیشه، پایانی بهش ببخشه. نتیجتاً تبلیغاتشون رو به این نیرو در عین حال هست، هرچند که یک طرف جنگ نیست، اما بر علیه کلیت جنگ، در مقابل هر دو سوی جنگ هستش و یک جنگ اعلام نشده و یک جنگ طبقاتی در سطح جامعه وجود داره. پوتین و بایدن و امثالهم هیئت حاکمه های دولت های مختلف سرمایه‌داری جهان معاصر هستند. اما علارغم جنگ و کشمکش این دولت های سرمایه‌داری، یه جنگ دیگه طبقاتی در جامعه وجود داره به نام مبارزه طبقاتی که همیشگی پایداره، به قول مارکس گاه پنهان گاه آشکاره، ولی همواره وجود داره و اون جنگ طبقه کارگر و آزادی خواهی بر علیه کلیت سرمایه‌داری و جناح‌ها و بخش‌های مختلف سرمایه‌داری در جهان معاصر هستش. نتیجتاً طرفین میدونن در این حال اینکه با هم دیگه دارن کشمکش میکنن، باید با این نیروی سوم، با این طبقه کارگر، با این
کمونیسم و آزادی خواهی در بجنگند در این حال. بیش دلیل نیست که در روسیه میبینید که چگونه به اصطلاح شرایط سیاسی و شرایط نفس کشیدن محدودتر میشه، اعتراضات به جنگ سرکوب میشه، زندانی میشن. و در غرب هم در دوره های مختلف، مثلا که جنگ تروریستا بود، شاهد بودیم که چگونه آزادی های نسبی سیاسی موجود در غرب هم محدود میشه، اعلام شرایط اضطراری میشه و مردم رو میتونن به هر دلیل و بهانه‌ای بازداشت کنن و در بازداشت نگه دارن. این اون واقعیتی هستش. این جنگ، جنگ دیگه‌ای وجود داره که در بطن جامعه هست و اینها میدونن که اون هستش که سرنوشت و تومار کل این وضعیت رو میتونه در هم بپیچه. نتیجتا این تبلیغات ارزش مصرفش در این چارچوب بیان میشه. خب ما از وضعیت در جهان میگذاریم، وارد ایران میشیم و در ارتباط با اول ماه مه در ایران نظر شما رو جویا میشن. اول ماه مه امسال در چه شرایطی، در چه موقعیت وضعیت سیاسی داره توی ایران برگزار میشه در ارتباط با جنبش های اعتراضی و همچنین موقعیت رژیم اسلام؟ در درجه اول باید اشاره کرد که علارغم وجود کرونا و پاندمی کرونا که در چند سال گذشته تأثیرات فزاینده‌ای بر مبارزات داشت، بر تجمع داشت، بر تحرک سیاسی داشت، طبقه کارگر ناچاراً در مبارزات گسترده‌ای درگیر شد با جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری حاکم در ایران. تعداد اعتراضات و اعتصاباتی در یک جامعه که اعتصاب غیرقانونیه، اعتراض زندان داره، سرکوب داره، شکنجه داره، بیان حق طلبی با سرکوب و استبداد وحشیانه اسلام و سرمایه و حکومت اسلامی مواجه میشه، ما شاهد چندین هزار اعتصاب بودیم که خود مراجع دولتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تنها گوشه ای از حقیقت رو بیان میکنه، اما این گوشه حقیقت نشان دهنده یک واقعیت بزرگ هست که جامعه، طبقه کارگر شاید در رأس اعتراضات موجود، میخواد که وضعیت رو عوض کنه و تغییر بده و در صحنه سیاسی در مقابل کلیت جمهوری اسلامی و غیره میتونه قد علم بکنه. حضور گسترده طبقه کارگر، اعتراضات گسترده نفت، اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه، اعتراض کارگران فولاد، اعتراض کارگران ماشینسازی، اعتراض کارگران معادن، اعتراض گسترده یه معلمان در سطح جامعه، اعتراضات بازنشستگان و مالباختگان و غیره، صحنه سیاسی و سیمای سیاسی جامعه رو رقم میزنه و ویژگی‌هاش رو نشون میده. و این گستردگی در این حال نشون دهنده پیشرفت درجه سازماندهی، پیشرفت استحکام مبارزاتی در سال گذشته هستش که طبقه کارگر تونسته در اون سال به اصطلاح با مبارزات خودش بهش شکل بده. اما راه پیشای روی به هر حال آسون نیست در مقابل یک رژیم وحشت و ترور و آدم کش و سرمایه مردم رو طبقه کارگر قرار دارن و مستلزم سازماندهی، گسترش اعتراضات، مستلزم سازماندهی توده‌ای طبقه کارگر، سازماندهی سیاسی حزبی طبقه کارگر در جامعه بیشتر هستیم. چیزی رو که در سال گذشته شاید بشه بهش اشاره کرد اینه که سال گذشته شاید به نوعی سال اعتراضات کارگری بود. اعتراضات کارگری بودن که در صدر اعتراضات قرار داشتن. وقتی که کارگران صنعت نفت، کارگران پروژه‌ای و پیمانی صنعت نفت به میدان آمدند، چشم‌ها به این غول عظیم و این بخش از طبقه کارگر که بعضن شیشه عمر جمهوری اسلامی رو در دستش داره جلب شد و همه صحبت از این می‌کردن که کارگران نفت به میدان اومدن و رژیم جمهوری اسلامی کاملا به دست و پا افتاده بود و از هر تمهیدی خودداری نکرد برای سرکوب، برای عقب روندن، برای شکاف انداختن، برای تطمیع کردن و غیره. اما ورق برگشته، طبقه کارگر در جلوی صحنه اعتراضات قرار داره و اومده که تعیین تکلیف نهایی بکنه. همه این رو دارن حس میکنن. اما ملزومات پیشروی رو حتما میشه راجع به صحبت کرد، ولی به نظرم سال گذشته به این اعتبار سال طبقه کارگر بود، سال اعتراضات گسترده بود، سال خیره شدن برخی از چشم‌ها در میان جنبش‌های اجتماعی مردمی به طبقه کارگر و رهبران شناخته شده طبقه کارگر بود، سالی که چهره‌های طبقه کارگر به چهره‌های محبوب جامعه، به چهره‌های محبوب آزادی‌خواهی در جامعه تبدیل شدند و تونستن
بارقه هایی از شرایطی رو نشون بدن که طبقه کارگر به شایستگی رهبری اعتراضات توده‌ای جامعه رو در دست داشته باشه. بارقه ها و گوشه هایی. خب علی جوادی، گرایشات مختلفی در جنبش طبقه کارگر هم مثل همه جنبش های دیگه میتونه وجود داشته باشه. به نظر شما چه گرایشی در اول ماه می امسال دست بالاتر رو خواهد داشت، به خصوص با در نظر گرفتن اعتراضات وسیعی که ما در سطح جامعه باش روبرو بودیم، از که شما هم برش مردید اعتراضات کارگری، معلمان و بازنشستگان؟ ببینید، به نظر من گرایش سوسیالیستی، بدون اینکه بخوام آژیتاسیون یا تبلیغی بکنم، گرایش سوسیالیستی، گرایش آنتی کاپیتالیستی طبقه کارگر در جلودار صحنه اعتراضات در اساس هستش و در اول ماه می ما هرچه بیشتر شاهد ابراز وجود گرایش رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی کارگری در صفوف طبقه کارگر هستیم. همونطوری که اشاره کردید، طبقه کارگر دیوار چین از جامعه جداش نکرده و جنبش‌های گرایشات اجتماعی در سطح جامعه تأثیرات و بازتاب خودشون رو در صفوف اعتراضی طبقه کارگر دارن. اما جامعه ایران، شرایطش، ویژگی‌هاش، تاریخ کمونیسم در جامعه ایران و غیره، تاریخ به اصطلاح فعالیت گرایشات رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر علارغم سرکوب و وحشیانه جمهوری اسلامی، دست بالا بودن این گرایش رو نشون میده. هرچند که این گرایش ها تمایزاتی رو در خود دارن، اما ویژگی مشترکشون آنتیکاپیتالیستی بودن، سوسیالیستی و چپ بودن هستش که به هر حال بخش اساس جنبش رادیکال و اعتراضی طبقه کارگر رو تشکیل میده. ما در اول ماه می شاهد پیام ها و بیانیه های خواهیم بود، به هر ساله بودیم، که نشون میده کیفرخواست طبقه کارگر رو بر علیه نظام سرمایه‌داری، بر علیه مصائبی که نظام سرمایه‌داری و اسلام در جامعه بر علیه کارگر، بر علیه توده مردم زحمتکش و کارکن، بر علیه زن، بر علیه آزادی خواهی، بر علیه کودک، بر علیه سالمند و بازنشسته به وجود آوردن. و این کیفرخواست در حقیقت نشون دهنده پیامی هستش که میگه حقانیت مبارزه طبقه کارگر رو نشون میده. امروز فقط و فقط، و من میخوام تأکید بکنم، فقط و فقط تنها اردویی که میتونه مبشر آزادی، برابری، رهایی انسان در جامعه باشه، اردوی کمونیسم طبقه کارگر، اردوی کمونیسم کارگری هستش. هیچ سیاست دیگه‌ای، هیچ نیروی دیگه‌ای، علارغم اینکه سرنگونی طلب باشن یا نباشن، اردوی آزادی خواهی نیستن. سرنگونی طلبی پیش شرط رسیدن به اهداف ما کمونیستای کارگری، ما نیروهای آزادی خواه و برابری طلب هست، اما سرنگونی طلبی در این حال پیش شرط به قدرت رسیدن جریانات راست و ارتجایی و نیروهایی که میخوان گذشته رو ابقا بکنن هم هست. نتیجتا اون اردویی که آزادی خواهی و برابری و رهایی انسان رو و پایان دادن به نکبتی که اسلام و سرمایه برای کارگر و مردم زحمتکش ایجاد کردن، تنها اردوی کمونیسم کارگریه. شائبه ای نباید وجود داشته باشه، توهمی نباید وجود داشته باشه. اردوهای طرف دیگر وعده هاشون سرابهایی بیش نیستن، سرابهای پوش و توخالی که صرفا با نزدیک شدن بهش ذوب میشن و در اذهان چیزی ازشون باقی نمیمونه جز همون چیزی که تاکنون بودن و در آینده خواهند بود. تنها و تنها به نظرم این اردو هستش و این اردو شایسته این هستش که رهبری مبارزات سرنگونی طلبانه توده مردم رو در دست داشته باشه و این اردو هستش که منفعتی در حفظ استثمار نداره، که ریشه نابرابری هستش، منفعتی در این نداره که زن انسان درجه دوم باشه، کودک انسان تلقی نشه، منفعتی در این نداره که جوون محروم از خوشی و شادی باشه، سالمند انسان نباشه و به اصطلاح چون قابلیت کار و تولید سود برای سرمایه‌داری نداره به گوشه ای انداخته باشه و زندگیشو روزهای پایانی و ناخوشش رو به اصطلاح سپری کنه. تنها طبقه کارگر با پرچم سوسیالیستی هست که چنین آینده ای رو میتونه رقم بزنه و قدرت مادی، قدرت انسانی و این رو داره و توان سیاسی، فکری، تجربیاتی، سازمانیش رو میتونه به وجود بیاره که این شرایط رو رقم بزنه. صدای شما بس است.
الان چی صدا الان هست؟ بازه بله. بله. طبیعتا در اول ماه مه ما با پلاکارت ها و پرچم هایی از طرف طبقه کارگر بر علیه سرمایه‌داری و استثمار و مبارزه بر علیه این نظام روبرو خواهیم بود. برگزاری یک اول ماه مه قدرتمند چه تأثیری در فضای سیاسی جامعه ایران به نفع طبقه کارگر و جنبش چپ خواهد گذاشت؟ ببینید هر چقدر این اعتراضات گسترده تر باشه، هر چقدر این اعتراضات توده‌ای تر باشه، هر چقدر این اعتراضات در محیط کار، در محیط زندگی صورت بگیره و فراخوان‌های روشن ضد کاپیتالیستی و آزادی خواهانه و برابری طلبانه خودش رو بشه اعلام بکنه، پرچمی میشه، پرچم آلترناتیوی میشه که جامعه، نه تنها توده کارگره به میدان آمده، بلکه جامعه رهایی خودش رو در کنار و در همبستگی با رهایی طبقه کارگر جستجو بکنه. کارگر با آزادی خودش جامعه رو آزاد میکنه. کارگر به دنبال این نیست، کمونیسم کارگر به دنبال این نیست که خودش یه حکومت استثمارگر، یه حکومت استبدادی، یه حکومت مافوق مردم، یک حکومت طبقاتی دیگه رو شکل بده. خواهان پایان دادن به حکومت‌های طبقاتی در طول تاریخ است. نتیجه و پایان مبارزه طبقاتی، پایان بخشیدن به مبارزه طبقاتی و پایان بخشیدن به نفس وجود طبقات که شکاف طبقاتی و مبارزه طبقاتی رو ایجاد می‌کنن هستش. به این اعتبار پرچم‌های روشنی که بیان میشه در این حال دریچه‌هایی هستند که هرچه بیشتر نیروهای سیاسی متفاوت جامعه خودشون رو و مشخصاً توده رادیکال و پیشرو طبقه کارگر در درجه اول و جنبش‌های آزادی خواهانه خودشون رو در این کنار ببینن. بی‌جهت نیست که مثلا در اعتراض دانشجویان ما فریاد این رو میبینیم که فرزند کارگرانیم در کنارشان میمانیم، فرزند کارگرانیم در کنارشان میمونیم. بی جهت نیست که در اعتراضات معلمان یا بعضن بازنشستگان میبینیم که از شعار اتحاد کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو و غیره فریاد زده میشه. و این نقش کلیدی و محوری طبقه کارگر با پرچم سوسیالیستی خودش هست که در اول ماه مه ها میتونه تجسم عملی و سیاسی خودش رو پیدا بکنه و با تغییر توازن قوای سیاسی بتونه توده وسیع و گسترده‌ای رو به دور پرچم خودش گرد بیاره. اگر خاطرمون باشه در اول ماه مه پس از سقوط رژیم شاه ما شاهد گسترده ترین اول ماه مه بودیم. در تهران چیزی نزدیک به 1,000,000 نفر در اون تظاهرات ها شرکت کردند که از به اصطلاح خانه کارگر در خیابان ابوریحان شروع می شد تا میدان آزادی یا و غیره صف ادامه داشت. صف عظیمی از بخش های مختلف جامعه که طبقه کارگر و مبارزاتش رو در مقابل جمهوری اسلامی و اوباش اسلامی به اصطلاح حمایت می کردن و تقویت می کردن. درسته در صفوف طبقه کارگر پرچم های متفاوتی به وجود میاد، اما یه ویژگی وجود داره. اعتراض طبقه کارگر به وضعیت موجود اعتراضی آزادی خواهانه و برابری طلبانه هستش. اعتراضی به اینکه این وضعیت موجود ضد انسانیه، شرایط باید تغییر کنه. مسلماً برخی از این گرایشات افق اینکه تا پیروزی نهایی بریم و بتونیم یک جامعه رو بنا بکنیم که دیگه چنین وضعیتی شکل نگیره رو در مد نظر خودشون ندارن. بعضن در نیمه راه به اصطلاح میستن، بعضن افقشون محدوده به اینکه اصلاحاتی در شرایط موجود صورت بگیره، اما اون گرایش سوسیالیستی میخواد کار رو به پایان برسونه، تیشه به ریشه وضعیت موجود بزنه و این ممکنه. این ممکنه. در مقابل تمام کسانی که میگن باید به کم رضایت داد و غیره، امروزه میبینیم که برای تغییر وضعیت موجود اتفاقا باید آرمانهای بزرگ، آرمانهای عظیم و انسانی و تلاشهای بزرگ و عظیم رو سازمان داد تا بتونیم به جایی برسیم. به کم قناعت دادن، قناعت کردن نه تنها چیزی به دست نمیاد بلکه سرکوب میشه و دوباره در بر همون پاشنه پیشین میشرخه. به نظرم اول مهمه باید این کیفرخواستا رو در مقابل جامعه قرار بده، این امید رو در دل جامعه به وجود بیاره که طبقه کارگر اومده به میدون، طبقه کارگر پرچم مبارزاتی سوسیالیستی داره که نه تنها پرچم آزادی خودشه بلکه در این حال پرچم رهایی و رفع تبعیض و برابری انسانها و رفاه جامعه هستش و حکومت کارگری
حکومت کارگری مبتنی بر شوراها، جمهوری سوسیالیستی، اون حکومتی میتونه باشه که آینده انسان آزاد درش رقم بخوره، همگان برابر باشن، همگان مرفه باشن، همگان تلاش کنن که شرایط زندگی همگان در جامعه بهبود پیدا کنه. علی جوادی، به آلترناتیف های مختلفی در ارتباط با فردای رژیم جمهوری اسلامی مطرح هستند و نظرات خودشون رو مطرح می کنند. منقدین نظر شما ممکنه این رو مطرح بکنن که این شما یک الگوی پیروزمند رو از آلترناتیف کارگری در عرصه دنیا به ما نشون بدین و نشون بدین که این الگو موفق بوده و شانس داره. از طرف دیگه این رو مطرح میکنن که همکنون کشورهای مختلف در دنیا بر مبنای الگوی اونها و الگوی سرمایه‌داری داره میگرده و اونها یه الگویی هستن که میتونن نشون بدن که درون ایران نیز قدرت رو میتونن در دست بگیرن. شما پاسختون ببینید اون نظرات این چه؟ این به اصطلاح ادعاها و این تبلیغات بخشی از تبلیغات برای خلع سلاح کردنه مبارزین و پیشروان و رهبران طبقه کارگر و کمونیسم در جامعه و برای مخدوش کردن اذهان آزادی خواهی و برابری طلبی در رابطه با پرچم سوسیالیستی طبقه کارگر در اعتراضات است. یعنی باید جایگاهش رو تشخیص داد. حقیقتی در این تبلیغات مستتر نیست. حقیقتی به این اعتبار که به اصطلاح حقیقت جاودانه‌ای باشه درش مستتر نیست. یه نیروی استثمارگر، یه نیرویی که وضعیت زندگی جامعه رو به شرایط دهشتناک امروز درآورده، اکثریت عظیم توده مردم در تمام دنیا برای بقا و برای معیشت و برای رفاه باید دست و پا بزنن روزمره، بسیاری له بشن و غیره. در کشورهای سرمایه‌داری در گوشه و کنار خیابون راه بری می‌بینید که انسان‌ها گوشه خیابون افتادن و به اصطلاح دارن از زباله‌ها در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری تغذیه می‌کنن و دلشون به این خوش هستش که یه سری انسان‌های شرافتمند بیان رد بشن و شاید کمکی بهشون بکنن و این ماحصل سرمایه‌داری هستش. این کسا میان تبلیغ می‌کنن که زندگی بهتری ممکن نیست. مسلماً باید بگن نونشون تو اینه که تلاشی برای تغییر این وضعیت نشه. 50 نفر 100 نفر از میلیاردرهای جهان معاصر 50% 60% ثروت جهان معاصر رو در دست دارن. با تبلیغ مخارجی که صرف جنگ های ضد انسانیشون میشه فقر رو در آفریقا، در آسیا، در آمریکای لاتین و خود در خود آمریکا از بین برد. میشه همه رو بهره مند کرد از بیمه بیکاری، از درمان مناسب و شایسته برای همگان، از آموزش رایگان برای همگان. در این جامعه سرمایه‌داری هنوز که هنوزه اگر شما بخواید تحصیلات عالی داشته باشین باید قدرت مالی مناسب داشته باشین. هنوز 40 میلیون نفر در سطح آمریکا از بیمه درمانی برخوردار نیستن. چند ده میلیون کودک بیمه درمانی مناسب ندارن. بعد مثلا میگن این زندگی شایسته انسانه. غلط میکنن چنین تبلیغاتی رو مطرح میکنن. این تبلیغات رو رسانه‌هایی مطرح میکنن که ذینفعن در شرایط کنونی، در حفظ نابرابری، در حفظ استثمار. مسلمه که هر گونه تلاش طبقه کارگر رو با تمام قدرت سعی میکنن به شکست بکشونن. طبقه کارگر مبارزه میکنه، با چی مواجه میشه؟ با زندان، با سرکوب و غیره. و وقتی هم که قدرت رو در جایی در شرایطی میگیره با تهاجم نیروهای امپریالیستی یا نیروهای متفاوت سرمایه‌داری مواجه میشه. مگه قدرت نوپا و به پا خواسته حکومت کارگری در روسیه نبود بعد از انقلاب اوکو که با جنگ 14 کشور امپریالیستی زمان خودش مواجه شد؟ این اون وضعیتی هستش. نمیخوان، نتیجتاً میگن نمیشه، نمیخوان دستگاه سازمانیابی سرکوب بر علیهش دارن، نتیجتاً میگن خوب نیست. این تبلیغات رو باید گذاشت کنار. پشیزی براش ارزش نباید قائل شد و گفتش که بشریت شایسته زندگی بهتر، زندگی انسانی هست. کسانی که تولید کنندگان ثروت جامعه هستن و اگر تولید نکنن چرخهای اقتصاد جامعه از حرکت باز میسته. اینا خودشون محرومترین انسانها در سطح جامعه هستن. چرا؟ نگاه کنید به وضعیت آمریکا. طبقه کارگر آمریکا بخشن کارگران مهاجری هستند که از مکزیک و یا به اصطلاح کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی غیره میان. اگر یک روز بخشی از این طبقه کارگر تو خود آمریکا کار نکنه، چرخهای اقتصاد آمریکا از حرکت باز میسته.
و این ادعا میکنن. بعد افرادی مانند مثلا ایلان ماسک یا بر جف بزوس و غیره، اینها هستند که ثروتمندان میلیاردرها هستند و از قبل زحمات و تلاش اینها دارن زندگی انگلی خودشون را انجام میدن. مسلمه که این تبلیغات باید بگه که چیز دیگری غیر ممکنه. مسلمه که باید بگه آینده دیگری متصور نیست. بسوزید و بسازید. رسانه هاشون رو باز کنید، همینو دارن میگن. مذاهب و کلیساها و کنیساها و مسجداشون رو نگاه کنید، همینو دارن میگن. یه ارکستر یک اصطلاح سازمان یافته است که برای جلوگیری از تغییر وضعیت موجود داره تلاش میکنه. میگه تقدیرتون همینه. آینده آینده سرمایه‌داریه، وضعیت دیگه‌ای ممکن نیست و غیره. اما میدونیم، ما میدونیم، تاریخ میدونه که از دوران بردهداری تا کنون، از دورانی که اسپارتاکوس و غیره و بردگانی که در مقابل بردهداری ایستادن تا حالا، تلاش‌های عظیمی برای آزادی‌خواهی، برای خلاصی از نظام‌های استبدادی، سرکوبگر، طبقاتی، استثمارگر شکل گرفته و این میتونه به سرانجام پایان خودش برسه. تبلیغاتشون اینه که دموکراسی خوب نیست ولی بهترینه. نه، دموکراسی نظام سرمایه‌داری هستش که به اصطلاح برای تفوق بر زندگی مردم سازمان یافته. ثمره و عملکرد سرمایه‌داری رو ببینید. انسان‌هایی که باید برن توی به اصطلاح گوشه سطل آشغال دنبال غذا بگردن، دون شأنه. تازه اونایی هم که این کارو ناچار نیستند بکنن، زندگیشون هر روزه با مشقت مواجه هستش. این زندگی انسانیه، این زندگی شایسته به اصطلاح همگان هست. و کسانی این تبلیغات رو میکنن که خودشون از بیشترین مواهب برخوردار هستن و میگن ببینید چیز ما خوبه. مسلمه وضعیت خودشون خوبه، مسلمه وضعیت خودشون، دنیاشون متفاوته، دنیای اوناست، ولی دنیای ما، دنیای کارگران، دنیای زحمتکشان دنیای دیگه ایه و این دو دنیا نمیتونن به اصطلاح با هم دیگه سازشی داشته باشن. نتیجتا ما مبارزه طبقاتی رو میبینیم، نتیجتا مبارزه طبقه کارگر رو میبینیم و تبلیغات اینچنینی که دستگاه های این به اصطلاح حکومت های استثمارگر طبقاتی سرمایه‌داری بر علیه وضعیت مبارزاتی کارگر و کمونیست در جامعه انجام میدن و نوک حمله شون به کمونیسمه. چرا که کمونیسم ریشه تیشه به ریشه وضعیت موجود میزنه، به اونجایی که استثمار صورت میگیره و مبنای به اصطلاح سوداوری و ارزش افزایی برای طبقه سرمایه‌دار حاکم هستش. علی جوادی، در ارتباط با راه سرنگونی مطرح میکنن که از طریق نافرمانی مدنی میتونن به خواستایشون برسن و مطرح میکنن که انقلاب یعنی خشونت و این رژیم رو میشه از طریق نافرمانی مدنی و اعتراضاتی که رویش اسم میذارن، اعتراضات مطالباتی رو به عنوان اعتراضات نافرمانی مدنی، از این طریق میشه وضعیت رو عوض کرد و به خواستاشون رسید. بفرمایید. البته از سرنگونی هم هیچ وقت نمیدن. بفرمایید. ببینید، جمهوری اسلامی با زبان خوش در مقابل اراده مردم تسلیم نمیشه. اینو هر کودکی در مبارزه سیاسی، هر انسانی که ریگی به کفش نداشته باشه میدونه. نتیجتا سوال اینه چرا برخی نیروهای سیاسی علارغم این واقعیت غیرقابل انکار در جامعه چنین تلاش‌های مذبوحانه‌ای رو انجام میدن؟ و فنها به یه چیز شما میرسید که اینها در شرایطی، در گوشه‌هایی، در واقعیتی با جمهوری اسلامی و حکومت طبقاتی حاکم به اصطلاح منفعت مشترک دارن. اون نیروهای سیاسی که میگن با نافرمانی مدنی جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم، اون بخش از اپوزیسیون راست و ارتجایی هستن که به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی احتیاج دارن، به ساواک و ساواماش احتیاج دارن، به دستگاه مذهبش احتیاج دارن، به اختناق مذهبی، به نابرابری که مذهب در اذهان مردم به وجود بیاره، به تسلیمی که مذهب مردم رو به اصطلاح بهش وادار میکنه و غیره نیازمند هستن، به قدرت و سازمان
توانیافی یک جامعه طبقاتی سرکوبگر نیازمند هستند، اما با جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و غیره اختلافاتی دارن و دعواشون بر سر این هستش که چرا خودشون تو قدرت نیستن. دعواشون بر سر این نیست که چرا سهم مردم از زندگی فقر و فلاکت و نابرابری استبداده. و اگر اونجا صحبتی بکنن صرفا فرمایشات اضافی هستش مبنی بر اینکه اون سیاست رو توجیه بکنن. قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کردیم، اون کسانی که دم از نافرمانی مدنی میزنن هدفشون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی نیست، هدفشون در هم شکستن ماشین دولتی سرکوب جمهوری اسلامی و سرمایه نیست. نوع دیگه ای از استثمارگری، نوع دیگه ای از حکومت طبقاتی، نوع دیگه ای از به اصطلاح وضعیت موجود رو میخوان. در بهترین حالت بخوام برگردم به گذشته، ساواک رو احیا کنن، به اصطلاح حکومت طبقه این بخش از سرمایه و بورژوازی رو در جامعه اعمال بکنن، اما سهم کارگر، کار ارزان، کارگر خاموش، فقر و محرومیت در جامعه خواهد بود. این تزار رو به نظرم نباید زیاد جدی گرفت. واقعیت خشن مبارزاتی نشون میده که تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی یک مبارزه قهرآمیز، یک مبارزه انقلابی هست. مسلما ما تلاش میکنیم که هرچه این پروسه سریعتر، کم مشقتتر، با مصائب کمتری برای توده مردم به جلو بره. اما مصائب کمتر یعنی اینکه هرچه قاطعتر و رادیکالتر و سریعتر جمهوری اسلامی خلع سلاح بشه و نیروهاش، مقاومتشون در هم شکسته بشه، زندانهاش به تصرف مردم در بیان، دستگاه تبلیغاتیش به تصرف مردم در بیان، سران جمهوری اسلامی دستگیر بشن و در محاکمه بین‌المللی قرار بگیرن و غیره و غیره. و این پروسه هستش که اتفاقا مشقت کمتری رو برای مردم به دنبال خواهد داشت. یک پروسه عمیق انقلابی رادیکال و در این حال سازمانی یافته با رهبری و پرچم سوسیالیستی طبقه کارگر. بار دیگه ما به همه کارگران و همه کسایی که برنامه رو میبینن اول ماه مه رو تبریک میگیم، به امید برگزاری یک اول ماه مه موفق درون جامعه ایران. علی جوادی با تشکر بسیار از زیاد شما. منم دوست دارم بار دیگه در آخر روی این مسئله تاکید بکنم که اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگره، روز همبستگی و بین المللی طبقه کارگره، روز ناسیونالیستانیست، روز طرفداران سلطنت نیست که بخوان به کارگرها پیام بدن، روز جریانات کثیف مذهبی نیست که بخوان خودشون رو به طبقه کارگر بچسبونن، به قول اسماعیل بخشی ناسیونالیستا و گرایشات ارتجای خودشون رو به ما نچسبونن. اول ماه مه روز اعتراض طبقه کارگر و کیفرخواستش بر علیه وضعیت موجوده، هم بر علیه وضعیت روزمره، هم بر علیه سازمانیابی وضعیت موجود در سطح جامعه، در سطح جهان هستش. اول ماه مه روزی هستش که نفس آزادی خواهی، برابری طلبی طبقه کارگر، مستقل از مرزها، مستقل از جغرافیاها، مستقل از کشورها، مستقل از زبان، تکلم به زبانهای مختلف، مستقل از جنسیت، مستقل از رنگ پوست و غیره خودشو به نمایش میذاره. این صف اعتراض جامعه هستش که امروزه پرچمی رو داره بلند میکنه. من امیدوارم که ما شاهد هرچه باشکوه تر برگزاری مراسم اول ماه مه، تجمعات اول ماه مه در مراکز کارگری، در مراکز اعتراض، در مراکز به اصطلاح محلات کارگری باشیم. به هر شکل و به نوعی باید رهبران کارگری، فعالین عملی کارگری جلو قرار بگیرن، ادعانامه خودشون را علیه وضعیت موجود به جامعه، به توده مردم، به زنان، به کودکان، به معلمان و اعلام بکنن که قدم در راهی گذاشتن و میخوان این راه رو به سرانجام پیروزمند خودش برسونن که جامعه را خلاص بکنه، جامعه دیگه ای باشه، و این امید رو در دلها شکل بدن و این باور رو که ما میتونیم جامعه دیگه ای داشته باشیم، جامعه انسانی. قرار نیست همیشه استثمار باشه، همیشه استبداد باشه، حالا ترکیباتش فرق بکنه یا دوزش در هر شرایط فرق بکنه. میشه کل استبداد رو، کل نابرابری رو، کل زن ستیزی رو، کل دستگاه سرکوب و تحمیق رو در هم شکست. این ممکنه و این امکان پذیر بودن پرچمی هستش که اتفاقا در اول ماه مه به اهتزاز در میاد. علی جوادی با تشکر بسیار زیاد از شما. متشکرم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز می‌رسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شب‌های خوب.